معمولی بیمار با جنرال اپیرنس شروع میشه. شما بایستی در ابتدا یه ارزیابی کامل از بیمار داشته باشیم. معمولا بیماران که مبتلا به پیریتونیتن بیان کردم بدون هیچ حرکتی رو تخت راست کشیدن و سعی میکنن حرکات که باعث تحریک پیریتونیتن بشه به حد اقل برسه. به عنوان مثال تنفسشون سطحی است و تنده، یا اینکه حتی پاشون از زانو خم میکنن، پیریتونیتن رو در یه حالت قرار میدن که حد اقل کششوش بشه. اما برخلافش باز بیماران رنال کولیک یا حتی اونهایی که کولیک های ناشی از انسداد روده دارن، اینا بیقرارن، یه مقدار رو تخت جا به جا میشن. گفتم بلخص بیماران رنال کولیک اصلا تیپیک مشخصه، اینا در اون فازی که درد دارن به هیچ عنوان در روی تخت قرار ندارن و دائم در حال جا به جا شدن. یا اینکه بیماران مبتلا به پانکراتیت، یک وضعیت تقریبا خمیده به جلو دارن که این تیپیک بیماری پانکراتیت مزمنه. بیماران سعی میکنن که باز به جلو خم بشن و با این وضعیت دردشون کاهش پیدا میکنه. در قسمت اول علائم حیاتی خوب باشی دقت داشته باشین. تاکیکاردی در این بیماران ممکنه نشان دهنده یا اولین نشانه شوک باشه و نسبت به خود بلاد پرشر هم اهمیتش بیشتره. یا اینکه تنفس های سطحی و سری باید نشان دهنده از یک پریتونیت باشه. درجه حرارت در این بیماران میتونه نرمال باشه، میتونه کاهش پیدا کرده باشه، میتونه چی افزایش پیدا کنه. در تمام وضعیت ها میتونه یه میتونه درجه حرارت بسته به وضعیت بیمار به سیر بیماری تغییر کنه. به عنوان مثال ما ممکنه در یک پانوسیت به طور معمول درجه تغییر نکنه، اما وقتی کمپلیکه شد درجه افزایش پیدا میکنه. خب گفتیم ما معاینه قسمت های دیگه یا مشاهده نوایی دیگه با یا اون چی که باید دقت کنیم، بعضی به ملتهمه باید دقت کنیم. ملتهمه پیله یا پیل نیست؟ آیا علائم از ایکتر دیده میشه یا دیده نمیشه؟ علائم دیهیدریشن توی ما باید دقت کنیم. لنفادنوپاتی های گردنی باید دقت بشه و معاینه بشه. لنفادنوپاتی نایه کشاله ران آگزیلا اینها مهمه، بایستی شما در معاینتون اونها رو بررسی کنید. اما همینطور گفتیم ما در این قسمت بیشتر معاینه شکم رو خدمت شما عرض میکنیم. در معاینه شکم هم ابتدا با نگاه شروع میشه. شما در نگاه خب بیماری رو میبینید رو تخت راست کشیده، ممکنه همینطور که گفتم اگر مبتلا به پریتونیته هیچ حرکتی نداشته باشه و حرکتاش به حد اقل میرسه. ممکنه شکم دیستنتی رو مشاهده کنیم که این دیستنشن شکم باز عاملش انسداد بوده باشه یا آسیب باشه. باید دقت کنید به وجود اسکار در ناحیه شکم. خب یقینا بیماری که اومده با علائم انسداد شما شک میکنیم به انسداد اسکار هم در ناحیه شکم داره، چه بس عاملش چسبندگی باشه. بایستی دقت کنید به پترن عروقی سطح شکم اطراف ناف، اینها رو حتما به خاطر بسپارید. از طرفی شما اگه مریض خیلی لاغر باشه، چه بسا شما اون حرکات روده و پیریستالتیسم روده رو در یک فرد مبتلا به انسداد و شدیدن کاشکتیک مشاهده بکنید. خب در این قسمت شما چند تا از ساینایی که اینا رو میتونید با مشاهده اصولا ببینید و دقت هم داشته باشید که اگر اینا بود حتما یادداشت بشه و حتما روی اینا قضاوت کامل بالینه بشه که از اینا گریتر ترنر ساینه. خب شما اینجا میبینید حکایت از هموریج های رتروپریتوان داره، معمولا تغییر رنگی در ناحیه فلانک میبینید، مثل همین حالت اکیموز هایی که در نوع فلانک میبینید. یا ممکن شما اکیموز رو در اطراف ناف ببینید.
که اینم باز حکایت از خونریزی رتروپریتوئال و این علائم رو علامت رو بهش میگن کولنسان. پس خونریزی در اطراف ناف، حالت اکیموز در اطراف ناف که حکایت از خونریزی رتروپریتوئال داره، کولنساین. امیگدال در ناحیه فلانک همین رو ببینید گلتلر ساین. یک مریض مبتلا به پانکراتیت هموراژیک ممکنه با گلتر، یکی از علائمش گلتر ترنر ساین باشه. خب بعد از انجام به اصطلاح مشاهده مرحله دوم سمع بیماران، خب یقینا شما به عنوان پزشک اولین چیزی که به ذهنتون میرسه در سمع، سمع صدای روده است. خب مدت زمانی که شما قایتا با سمع کنید بیش از 2 دقیقه باشه، 2 تا 3 دقیقه است. دو طرف ناف رو باید سمع کنید. تو سمعتون خب ممکنه صدا رو در شدید بشنوید، ممکنه اصلا صدا نشنوید، ممکنه صدا کاهش پیدا کرده باشه، یا حتی میگم در ابتدای یک انصداد بوده ممکنه صدای های پیچی باشه، یعنی صدا بسیار شدید باشه، ولی همین بیماری در ادامهش صدا اصلا نداشته باشه. که خب همینجا اهمیت حتی سمع هم در معاینه بیماران شما پی میبرید. شما میتونید بیماری که در یک سیر معاینه سریال کاهش صدای روده داره اینو شک کنید که داره میره به سمت ایسکمی و گانگرن، با سریعتر برای این بیمار تصمیم گیری بشه. در سم ممکنه شما صدا بروی بشنوید در نوع پیگاز علت اختلالات عروقی، شما ممکنه بروی بشنوید و لازمه که به این موضوع هم دقت بشه. مرحله سوم در معاینه شکم دقه یا اون پرکاشن. خب یه بیماری که اومده با اتساعی رو شکم، شما اگه دقش کنید ممکنه دقش تیمپانیک باشه، این هم به علت پرهوایی داخل رود است. بنابراین اگر دخ کردین تیمپانیک بود، باز شک کنین به اینکه مریض داخل داشت هوا زیاده، بچه بس آمنش یک انسداد باشه که علت پر هوایی رود شما الان دخ تیمپانیک، یا دخ دال باشه، خب مسی باشه، مایه داخل شکم باشه، شما وقتی دخ میکنید صدای دال میشه. خب شاید یکی از کاربردهای خیلی شایع پرکاشن بررسی اسپن کبدی باشه، کاهش اسپن کبدی افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده، که خب میتونه شما به شما کمک کنه. یا در بحث شیفتین دالنس میخواید با معاینه مشخص کنه داخل شکم بیمار مایه هست یا نه. خب یک معاینه بیه خوبی شیفتین دالنس میتونه به شما این کمک رو بکنه، هرچند خب امروزه روش های تصویر برداری اومده شاید خیلی کاربرد نداشته باشه، ولی اهمیتش هنوز پابرجاست و میتونه به شما کمک خیلی خوب بکنه. اما قسمت بعدی معاینه ما لمس. خب یادآوری کنم که لمس در این بیماران باز در یک محیطی با دمای مناسب باشه، دمای دست شما باز دمای مناسبی باشه. اگه دستتون سرده سعی کنید ابتدا اون رو با ملافه چیزی با دماش یکسان کنید، گرمش کنید، و لمس شما از نقطه مقابل که بیمار درد شاکی انجام بشه، و بهتر هم هست که بیمار زانوش خم بشه و در این وضعیت شما معاینه کنید. خب در معاینه هم شما به چه چیزایی توجه دارید؟ بحث تندرنس، ریجیدیتی، گاردین، مسیر ممکنه لمس کنید، و خب ممکنه حتی در نواحی کشالیران شما هرنی رو لمس کنید. اینجا یادآوری کنم شما هنگامی که در مشاهده میکنید شکم بیمار رو حتما باید نواحی کشالیران را اکسپوز کنید، اونجا ها هم اگر هرنی چیزی بود دقت داشته باشید. خب ذکر کردم شما تو لمس ممکنه واقعا گاردینگ ریجیدیتی داشته باشین و اینجا مریض مشکوک به پریتونیت باشین، یعنی پریتونیت تشخیص باشه که حتما واسه مشاوره جراحی رو درخواست کنید. یا ممکنه تندنس
خفیفی داشته باشه، گاسترانتریت ها مطرح میشه. و اینجا یادآوری میکنم که حتما بایستی در بیمار مبتلا به شکم حاد، بیماری که با درد حاد شکمی به شما مراجعه کرده، معاینه لگن، معاینه ژنیتالیا و معاینه رکتوم چه در جنس مؤنث چه در جنس مذکر انجام میشه. و معاینه شما کامل نمیشه مگه معاینه این سه قسمت انجام میشه. بعضا ما میبینیم ممکنه معاینه نای ژنیتالیا، معاینه رکتوم فراموش میشه یا انجام نمیشه، بدونی که اینجا یک معاینتون ناقصه. خب معاینه رکتوم و معاینه توش واژینال رو گفتیم حتما لازمه. در رکتوم شما ممکنه تندرنس داشته باشیم، ممکنه ایندوریشن لمس کنیم، ممکنه مس، همچون ممکنه خون انگشتون خونی بشه. خب هر کدوم از اینا رو دیدین بایستی بررسی بیشتری انجام بدید. در این قسمت ما چند تا از ساین هایی که میتونه کمک کننده به تشخیص باشه و نسبتا هم شایع‌تر نسبت به ساین های دیگه و انجامش برای شما به عنوان پزشک در اورژانس برای بیماران مبتلا به شکم حاد لازمه و خب بر اساس اون قضاوت بالینیتون شاید لازم باشه اینا رو انجام بدید بیان میکنم. یکی از این ساین ها پسفاس ساین که خب به علت تحریک در حقیقت عضله پسفاسه که در این شکل شما می در مجاورت آپاندیس قرار گرفته، آپاندیس میتونه عضله رو تحریک کنه و بیمار با انجام معاینه خاص خودش احساس درد داشته باشه. خب بیمار لاترال دکوپیتوسه، لفت لاترال دکوپیتوس، پای راستش از هیپ اکستنشن میشه به سمت، یعنی هایپر اکستنشن انجام میدیم و مریض در این حالت در نای رایت لوبر کوادران درد داره. این معاینه حساب پسواسه و این پسواس ساین رو به این شکل شما انجام مثلا پی میبریم. اوبتراتور ساین چیه؟ این هم ممکن شما در بیمارد مبتلا به آپاندیسیت داشته باشه. در این شکل شما میبینید باز مجاورت آپاندیس بازل اوبتراتور و عفونت و التهابی ممکنه انگام که ما اوبتراتور رو تحریک کنیم مریض احساس درد داشته باشه. معاینش به چه شکل انجام میشه؟ مریض در وضع سوپاینه، پای از راست از ناحیه لگن فلکشن میشه و اینترنال روستشن، پس فلکشن نای هیپ و اینترنال روستشن. در این حالت باید بیمار در نای رایت لور کوادران و در اون نای احساس درد میکنه. روزین ساین که واضح مختص بیماران مبتلا به آپاندیسیت. خب ما با لمس لفت لور کوادران بیمار احساس دردی در رایت لور کوادران خواهد داشت. مورفی ساین، مورفی ساین چیه؟ خب مورفی ساین هم باید شما در بیماران مبتلا به کولوسیستیت مشاهده میکنید. به چه شکل انجام میشه؟ در حین لمس نای رایت آپر کوادران در حالی که مریض داره تنفس میکنه به طور ناگهانی تنفسش قطع میشه، یعنی شما ماینه را قسمت رایت آپر کوادران رو لمس میکنید که به لمستون به سمت سابکوستال که ادامه میدید اون نقطه خاص که میرسید باید تا تحریک میشه کیسه صفرای ملتهب و به دنبال اون دیافراگم میشه باعث قطع تنفس میشه. پس قطع تنفس به هنگام لمس رایت آپر کوادران، این بهش میگن مورفی ساین. که هر ساین چیه؟ درد شونه چپ که معمولا عاملش تحریکیش در زیر دیافراگم سمت چپ، میتونه پارگی تحال باشه، میتونه یک زایات عفونی تحال باشه کمی درد ایجاد کرده باشه یا میتونه یک ایپی پرف رابچر شده باشه که اینم باز به دلیل تجمع خون در زیر دیافراگم میتونه تحریک کنه و شما درد شونه چپ داشته باشین یا همون کهرسان.
اما معاینه فیزیکی قسمت های دیگه، همونجور که در ابتدا گفتم، شما لازمه در یک مریض مبتلا به شکم حاد یک معاینه سیستمیک کامل انجام بدید. و اگر ما اینجا شکم رو فقط برای شما معاینه کنیم، به دلیلی که موضوع ما بحث شکم حاده و همچنین زیغ وقت، ولی شما لازمه که قسمت های دیگر معاینه کنید، از جمله معاینه قلبی زیرمی. حتما مریض بایستی معاینه قلبی دقیق انجام میشه. بحث سمع ریه، قاعده های پنومونی قاعده ریه که میتونه تظاهرش الان مثل شکم حاد باشه، پس مد نظرتون باشه. بیمار مبتلا به ام آی ممکنه با درد قسمت فوقانی شکم مراجعه کنه، پس این هم بایستی مد نظر شما قرار بگیره. اما راجع به روش های تشخیصی، روش های تشخیصی بعد اینکه اگر از ما شهرحال و معاینه فیزیکی بگذاریم که دقیقا مهمترین قسمت تشخیص هم همین شهرحال و معاینه فیزیکیه، روش های آزمایشگاهی و روش های ایمیجینگ مطرح میشن. روش های آزمایشگاهی هم خب باز استفاده از این روش ها بسته به قضاوت بالینی شما داره. شما شهرحالی از بیمار گرفتید، معاینه فیزیکی انجام دادید در درجه اول، اینجا شما تشخیص افتراقی مد نظرتون، معمولا اونجا که دو تا تشخیص افتراقی بیشتر نواس مد نظرتون باشه، در قضاوت بالینی تا اینجا شما انجام دادید، بر اساس این قضاوت بالینی شما درخواست تست آزمایشگاهی میکنید. ممکن این تست درخواستی شما فقط یه سی بی سی و کامل ادرار باشه، خب شما در مریض آپاندیسیت بیش از این هم درخواست نمیکنید. اما ممکن شما پانکراتیت چک داشته باشید، خب ممکن آمیلاز رو بخواید، لیپاز رو بخواید همراه با سی بی سی و شما انجام بدید. پس بنابراین این سری تست هایی که ما اینجا میگیم، اینها تست هایی که شما برای بیمار انجام میشه، ولی این به معنی نیست که برای هر بیماری که با شکم حاد میاد حتما تمام این تست ها باید انجام میشه. نه، اون هم صاحب بلدگرد شما در بیمار انجام که شک به ایسکمی روده دارین، مریض گنگرن روده دارین، نیازی در بیماری که مثلا شما فقط به آپاندیسی شک دارن میشه. خب تغییرات سی بی سی در به چه شکله؟ معمولا لوکوسیتوز نشان دهنده از التهابه. لوکوسیت اگه مقدار بالاتر بره ممکن نشان دهنده از یک کامپلیکیشن و بیماری باشه، مثلا به عنوان مثال در آپاندیسیت کمک کننده است به شما. در رابطه با تست حاملگی باید عرض کنم که در خانم های مراجع کننده با درد حاد شکمی که در سن فرتیلیتی هستند، انجام تست حاملگی الزامی است و شما حتما باید این تست رو انجام بدید. خب FVS لازم بسته به قضاوت بالین شما داره، اگه مریض سابقه دیابت ذکر میکنه، اگه مریض مشکوکین به الان دیابت FVS رو درخواست میکنه، در غیر این صورت نیازی نیست. و تست های کبدی بسته به قضاوت شما داره، CRP ESR خب ما میدین یک مارکر التهابیه. خب مقالات متعددی در این ارتباط هست که ممکن اینها در آپاندیس افزایش پیدا کنه، به ویژه CRP ممکنه کمک کننده باشه، اما اختصاصی نیست. اگر شما آپاندیس رو تشخیص میدید بر اساس قضاوت بالینی، ABG هم خب گفتیم، بحث کلسیوم سرومه، خب کلسیوم سروم هم ممکنه در مریض پانکراتیت، پانکراتیت مزمن یا ممکن در پانکراتیت هات، برای که شما اون کرایتری شدت پانکراتیت رو بررسی کنید کلسیوم درخواست کنید. و اگر هم شک دارید به اختلالات انقادی، شک دارید به یک شد بیماری که باعث اختلال انقادی میشه، ممکن تست های انقادی هم درخواست کنید. EKG خب EKG جزء تست های هست که شما اگر چنانچه شک داشتید به MI، شک داشتید به مشکلات قلبی، بایستی انجام میشه. خب این به قضاوت بالینی شماست. مریضایی که با درد قسمت فوقانی شکم میان، به ویژه اگه در سن های ریسک، اگه در وضعیت های ریسک باشن یا سنی باشن که های ریسکن، بهتره که EKG انجام بدید. اما انجام به اصطلاح ایمیجینگ و روش های تصویر برداری، خب ما از سادش شروع میکنیم. ساده ترینش انجام یک عکس چست ایستاده است. چه کمکی میکنه؟ خب
به خوبی میتونه هوای ساب دیافراگماتیک به شما نشون بده که حکایت از پرفورش نقشای داخل شکم. و اولین عکسی هم که شما اگه مریض شک داریم به پرفورش نقشای داخل شکم، بهتر عکس چست سیست داده باشه. ممکن در تشخیص هورمون قاعده ری هم به شما کمک کنه که خونمون جزو به تشخیص افتراقی شکم ها هست. اما عکس ساده شکم KUB خب کامل تر ایرفیو لیول ممکنه شما ببینید، کلسیفیکیشن ممکنه ببینید، ولی کلسیفیکیشن داخل کلیه باشه، ممکنه کلسیفیکیشن داشته از کیسه صفرا باشه، یا ممکنه شما پترن التهابی در جدار روده ببینید، ادم جدار روده ببینید که خب حکایت از انسداد ممکنه داشته، یا ممکنه اجسام خارجی داخل شکم مشاهده کنید. به طور کامل تر یک پلین ابدومینال ایکس ری به ما چه کمکی میکنه؟ در کیس های بیلیاری دیزیز ممکنه شما سنگ های کلسیفی داخل کیسه صفرا ببینید. خب میده که 10% سنگ های کیسه صفرا اوپکن، ممکن تو عکس ساده دیده بشن، پس برای خیلی کمک میکنه، ولی در این حال ممکنه کمک کنه. هوا داخل مجاری صفرا تو عکس ساده ممکنه شما ببینید، یا یک کیسه صفرای کلسیفی هورسلینگال بلاکر ممکن تو عکس ساده دیده بشه. در بیماری پانکراتیت ما اگه مریض پانکراتیت مزمن داشته باشه، ممکن کلسیفیکیشن تو عکس ساده کلسیفیکیشن در عکس ساده شما ببینید. خب سنتینل لوپ بیمارانی که مبتلا به پانکراتیت هستن، پانکراتیت حاد، شما در اونجا یک ایلوس لوکالیزه میبینید، یک لوپی از روده دچار اتساع شده، این روده ممکنه کوچک باشه روده بزرگ. دقیقا شما منطبق بر ناحیه ایپیگاس شما این لوپ رو میبینید که بهش میگن سنتینل لوپ. خب عکس ساده تو آپاندیسیت هم ممکنه کمک کننده باشه، ممکنه فکالیت ببینید، ممکنه فلبولیت ببینید، ممکنه سایه از روی پسوات شما نبینید، اینا آنچه که تو عکس ساده ممکنه. اما سونوگرافی چه کمکی به ما میکنه؟ سونوگرافی خب یه روش سریع، سیف، ارزان، اما یک اشکالی که داریم این که بسته به فردی داره که انجام میده، به قول معروف اپراتور دپندنت، پس بنابراین ممکنه شما همیشه بهش اعتماد نداشته باشید. وقتی هم که انجام میدید ممکنه مایع داخل شکم به شما بده، هوا داخل در جدار روده رو به شما ممکنه گزارش کنه، مسی کالکشنی چیزی رو اینها رو به شما گزارش میکنه. خب در بیماری مجاری صفرایی و کیس صفرا به ویژه بیش از همه کمک کننده است، در کیستای تختان خیلی خوب کمک کننده است، اما اینکه در آپاندیسیت در پانکراس اینا چقدر کمک کننده زیر سواله، بس اون فردی که انجام میده بنابراین ممکنه خیلی کمک، اما ولی در کیسه صفرا، بیماری کیسه صفرا و تختان شاید آپشن اول ما باشه. سی تی اسکن، خب سی تی اسکن نسبت به سونوگرافی یک ارجحیتی که داره که ارگان سالید و بزایات ارگان سالید رو بهتر به ما نشون میده. از طرفی مثل سونوگرافی اپراتور دپندنت نیست، شما تو اورژانس هم تکنیسیانی آموزشی دیگه میتونه انجام بده، اما ریپورتش مهمه، اینکه اون سی تی میتونه مورد استفاده شما واقع بشه، نه شما آشنا هستین با گزارشون یا نه، که شاید اشکال کار خیلی از اوقات اینجاست. پس بنابراین سی تی هم میتونه کمک کننده باشه در صورتی که شما آشنا با گزارش سی تی باشین، یا یک رادیولوژیست در دسترس باشه که بتونه در اورژانس به شما گزارش بده. سی تی هم که انجام میدید بهترینش اینه که حالا بسته به بازم به قضاوت بالینی شما داره، میتونه تریپل کنتراست باشه، یعنی ماده حاجب خوراکی، ماده حاجب وریدی، یا ماده حاجب از طریق رکتوم، میتونم دبل کنتراست باشه، بسته به قضاوت بالینی شما داره. و در بود با آفساهای اینترلوب، آفساهای داخل شکم میتونه کمک شایانی به شما داشته باشه.
MRI. خب MRI استفاده در شکم ها محدوده. حالا محدودیت هم که ما داریم به خوبی قابل دسترس نیست، هزینهش بالاست، نیاز به همکاری کامل بیمار داره. و از طرفی هم اگه بیمار داخل بدنش پیس میکری داشته باشه یا عمل ارتوپدی شده الان به اصطلاح وسیله داخل استخوانش وسیله فلزی قرار گرفته، خیلی کمک کننده و قابل استفاده نیست. اون قسمت از MRI که الان در حال حاضر شاید بیشتر استفاده میشه بسه به اصطلاح MCRP و به اصطلاح مگنتیک کلانژیو رتوگرید پانکراتوگرافی که میتونه به ما خیلی کمک کنه. و در حقیقت